شعره بیدل و اقبال و غالب در کجاست، رودکی و حسرت جامی و خوانی یکی. سلام به همه برابکس عزیز، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای ما. اینجا سرنمه و من مهدی هستم. پریسا هستم از چنل پریفا. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردیم. یادم رفت بگم خیلی چکریم و جدیدن باید اینجای فرده شما. آقا امروز اومدیم با شما با کاوه اکبری، موزیک ریشه های مشترک. بح بح. و همین الان که دارید این ویدیو رو میبینید در چنل من پریفان یک ویدیو آپلود شده. بعد از دیدن این ویدیو برید ببینید و قلب سبز فراموش نشه. همینطور که از اسمش مشخصه، ریشه های مشترک. ببینیم چه ریشه های مشترکی پیش رو داریم. ما هم دیگه قراره بریم موزیک رو بشنویم. مرسی که لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. هشتگ 7mm، هشتگ پریفان، قربون شکل ماهتون. برابکس ما اینجاییم که ریت بزنیم، به هر حال استو میزنیم، صحبت میکنیم. لینک اصلی موزیک هم حتما داخل توضیحات میذاریم. موزیک اصلی رو میتونید از اونجا برید بزنید. یه لینک میزنید، لینک پریفانی میزنید، اینجوری میگو لینک نمیگه لینک الان گفت یه لینک میزنید مستقیم میرید داخل چنل و اونجا راحت میتونید موزیک رو بشنوید با خیال راحت. پس با ما باشی که قرار یک ویدیو خیلی باحال داشته باشی. حاضرین بزنی بری لین. ببخشید الان شروع داشتید. دقت کردی چند وقت من اینجوری نمیکنم؟ خوبه که چکی یه چیزی از خودش میاره. اینام که من آوردم. این گوشه کنارش چه قشنگ نوشته سرباز خراسانی. بچه ها خراسان که میدونید قبلا همه ماها فارسی زبان ها یکی بودیم که تو موزیک خراسانم از خلیل یوسفی تعریفشو کرد که خراسانم داشت کاوه. زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکی شوکت شهنامه و فرهنگ ایرانی یکی. مو به تنم سیخ شد به خدا دیگه. قدمت و فرهنگ و تمدن و این چیزا که میاد کلن یه خورده خونه آدم میجوشه. قشنگ منقلب شدم. بعد فروره که اونجا بود خیلی جوری شدم. نگاه فروره از سرستم شوکت شهنامه و فرهنگ ایرانی یکی ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکی. باریکلا ای بر چرا اینجوری قلقلک میده؟ بعد تصویرا میاد. آره اون کیفیتی هم میاد دقیقا چقدر قشنگترش میکنه. و خودش که بعد تصویره اومد یه حرکت ریز داشت، معنیش هم خب مشخصه دیگه، هر چی هست یکیست. نگاه کجا اینجا یکیست. او اگر چون شاخ ها دوری از هم نیست، ریشه کولابی و بلخی و تهرانی یکیست، از درفش کامیان آواز دیگر میرسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. بچه واقعا دقیق همینه. همه ماها درست عین شاخ از هم دوریم، هر کدوم شاید توی یک کشور باشه، همین فارسی زبونا، یکی مثلا اروپا، یکی آمریکا، کشورها هم خود دیدیم متاسفانه یه ذره از هم
جدا هستن، مردمانش جدا هم کردن. دقیقاً جدا کردن مردمانش هم که ایشالله که به همدیگه خیلی نزدیکتر شیم. البته که ما اینجاییم که همدیگه رو به همدیگه هم چی میگم نزدیک همه به هم نزدیک بشیم و دقیقاً خیلی حس خوبیه و اینجاست که داداش هم میگه، میگه هر چی هست و نیست کلاً یکیست. احوه آواز دیگر میرسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکی قشنگ شد دیگه، نشون داد دیگه کامل روی نقشه. وای بعد هر کلمه رو که می آورد یه جا سبز می شد، بعد این برم قرمز شد. ایران و تاجیکستان و افغانستان، فارسی زبانان عزیز، وای چه لحظه باحالی بود. یه بار دیگه رودکی و حسرت جامعی خوانی مرزها دیگر اساس دوری ما نیستن، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست، تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری داری، این زبان فارسی را هرچه میخوانی یکیست. آقا چقدر موزیک قویه، یه جورایی انگار میخوای یه چیزی رو که تو دلته یا هدفته یا اون رسالتت رو به ملت بگی، به مردم بگی، به اونایی که نگات میکنن بگی، و شاید خیلی اون فن بیان رو نداشته باشی که مفهوم رو برسونی. به نظر من این موزیک خیلی خیلی کامله. دقیقا کلمات قشنگ قدرت رو قدرت معانی، قدرت یکی بودن، قدرت اصلش، ریشه های مشترک یکیست. ولی من فاز باز خیلی ها رو متوجه نمیشم که چی؟ که نمیدونن هنوز که ما یکی هستیم، واقعا اینو هنوز نمیفهمن. خب متوجهش متوجهش نیستن. هست، اون صحبت ها هست، اون رفتار ها هست از مردم، و همین کلمه نمیدونم تاجیک هستید، ایران هستید، افغان هستید، چیزای اینجوری. خب یه جوراییه که به قولن هنوز بزرگ نشدن، هنوز تاریخو نمیدونن، شنیدن نمیرن تحقیق کنن. خب این چیزا هست دیگه، ولی ریشه ها یکیست. چیز فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر بی دل و اقبال و غالب در کجاست، رودکی و حسرت جامی خوانی یکیست. بچه ها ببخشید، من اینجا میخواستم یه نکته در مورد حافظ و سعدی و مولوی و رودکی بگم. نمیدونم آشنایت دارین با نوشته هاشون، با شعرهایی که گفتن، آیا خوندی نخوندین؟ نخونده باشن هم، یعنی کتابشو باز نکرده باشن بخونن، تمام ترانه ها، تمام
حالا تمام که اکثر ترانه ها و آواز ها خب از همین عزیزان هست. دقیقاً ببینید اونا تو چه زمانی بودن، چیا رو نوشتن، این فکر این مغزه چی بوده، یکی بودن اشتراکه، ریشه ها چطور بوده دقیقاً. که هنوزه خب درسته یه ذره گسستگی پیدا کردیم، ولی باز همه میتونیم ببین با خوندن، با نوشتن، با سواد شدن در مورد اینکه چی بودیم و چی خواهیم شد، چی هستیم اصلا. دقیقاً این مهم نیست که تو کجایی، من کجام، اون کجاست، مهم اینه که تهمون یکی، از اول یکی بودیم. آره دیگه، دلو بزرگ کنی، همین که زبان همدیگر رو میفهمیم خودش خیلی بزرگیم، یعنی همین رو درک کنید خیلی خوبه. نمیدونم میرسیم به اونجا هم بچه ها حتما، یعنی ما هرچی صحبت کنیم به نظرم باز کم راجبه، چون یه موضوعیه که خیلی سوالا بریم صحبت. تبه هندی، عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست، رودکی و حسرت جانی و خوانی یکی، مرزها دیگر اساس دوری ما نیستن، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست، تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری داری، این زبان فارسی را هرچه میخوانی یکیست، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکی. برادر اصل ما را میدانی واقعا یکی. دقیقاً جمع کن این نوتا رو و قابشون بگیر، اینقدر قشنگ نباختی و اینقدر قشنگ دوست عزیزمون کاوه اکبری عزیز اجرا کردن، واقعا احساس غرور کردم حاجی. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود آقا، دمتون گرم. من یکی شد، یکی بود، یکی تر شد، یکی بود، یکی نبود، همه بزرگا و فارسی زبونا دارم جمعیم، برادری، برابری، همدلی، اتحاد، تا همه چیز با دست خودمون صلح و آرامش به وجود بیاد. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید، دمتون گرم، امیدوارم لذت برده بوده باشی. قربون شکل ماهتون، ماش به کله هاتون، تا ویدیو بعد، بای بای.